مهسا مرتضوی از تورنتو، بابک اسحاقی از تل‌آویو و جمشید بهرامی از فرانکفورت با ما همراه میشن. ابتدا بریم به تورنتو که جایی که ایرانیان بسیاری اونجا زندگی میکنن و دفعه پیش تاریخ ساز شد با حضور گستردشون. درسته نیوشا، بار گذشته اول اکتبر 50,000 نفر، در هفته های بعد از اون همچنان تجمع های 10,000 نفری در تورنتو تشکیل شد. این تجمع هم به فراخوان خانواده های پرواز PS752 انجام شده. زنجیره انسانی بلندی که بیشتر از 20 کیلومتر در بلندترین خیابان دنیا ادامه پیدا کرده، جایی که فریاد دادخواهی و عدالت خواهی و همچنین همراهی با خیزش سراسری مردم داخل ایران به بلندی به گوش غیر ایرانی ها هم میرسه. کاری که در طول مدت 44 روز گذشته همگام با خیزش سراسری به درستی و به خوبی در این شهر انجام شده. جایی هستم که خانواده های جانباختگان پرواز PS752 اینجا هستن، کسانی که 33 ماه برای دادخواهی خون عزیزانشون تلاش میکنند. به من بگو چه کسی رو در پرواز از دست دادی و امروز برایش اینجا هست؟ من پارتنرم مسعود شاطرپور خیابون رو توی پرواز از دست دادم متاسفانه و امروز اینجام که چون من خودم زنم و به عنوان زنی که تو جامعه ایران هیچ حقوقی نداره، حجاب انتخاب پوشش اولین حق هر فردی هست که انتخاب کنه چی بپوشه و این کوچکترین جو مسئله هست که ما زنان ایرانی باهاش درگیر هستیم. ما هیچ حقی نداریم. من به عنوان پاردنم از دست دادم، حتی از نظر جامعه ایرانی، از نظر قانون ایران هیچ حقوقی نداشتم حتی شکایت کنم، دعوی حق پارتنرم باشم، برای دادخواهیش تلاش کنم و امروز اینجام که صدای زنان ایرانی باشیم، زنان ایرانی که تو ایران هستن و تا زمانی که اونا تو خیابون هستن ما هم اینجا تو خیابونا هستیم و از همه میخوایم که صدای زنان ایرانی باشن و ساپورت کنن. ممنونم از تو. صحبت ها زیاد هست نیوشا، در این جمعی که هستم همه دادخواه هستن، کنار من چندین نفر از خانواده های پرواز هستن. متاسفانه متوجه هستم که زمان محدوده و شاید در بخش‌های بعدی برنامه‌ها بتونیم بیشتر انعکاس دهنده صدای این عزیزان باشیم. حتما همینطور خواهد بود مثلا در بخش‌های بعدی خبر، حتما با تورنتو باز هم همراه خواهیم شد. اما در اسرائیل در تل‌آویو هم ایرانیان حضور دارن. بابک چوبان بگو که اونجا چه می‌گذره. آرام تظاهرکنندگان به این میدان، به میدان اسحاق رابین، یکی از مرکزی ترین میادین تل آویو هستش، قلب تل آویو هستش و امروز باید که بزرگترین تجمع ایرانیان اسرائیل و همچنین شهروندان خود اسرائیل در اینجا به حمایت از مردم ایران تشکیل بشه. قرار هستش که در این تجمع نمایندگان کنست، پارلمان اسرائیل، از احزاب مختلف، هم از احزاب چپ و هم از احزاب راست در اینجا سخنرانی کنند. دلیل اون هم این هستش که این پیام را به دنیا بدن که اسرائیل، چه چپ و چه احزاب راست، همه با هم در کنار مردم ایران امروز ایستاده اند. این چهارمین تظاهراتی هستش که در اسرائیل به حمایت از مردم ایران برگزار میشه. هماهنگ کنندگانی که در اینجا هستن گفتن که بیشتر از هر آنچه که تلاش میکنن این هستش که بتوان دولت مردان اسرائیل را راضی بکنن که هرچه بیشتر بر ایالات متحده فشار بیاورن تا حمایت‌های بیشتری را از ایالات متحده کسب بکنن. در کنار این باید گفت همانطوری که می‌بینید بر روی بسیاری از تابلوها نوشته شده است که اسرائیل پشتیبان مردم ایران هستش و یکی از بزرگترین چیزهایی که در این تابلوها نوشتن این هستش که از تل‌آویو تا تهران ما همه با هم هستیم. ممنونم از تو بابک. اما جمشید، ده ها شهر اروپا هم شاهد زنجیره انسانی برای حمایت از معترضان در ایران. به ما بگوی که در فرانکفورت چه خبره؟ بله نیوشا، آنچه که امروز ما شاهدش بودیم در شهر فرانکفورت واقعا بی‌نظیر بود. از تمامی احزاب و جریان‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی امروز در اینجا بودند و این زنجیره انسانی رو تشکیل دادند. الان شما می‌بینید که در کنار من و پشت سر من کسانی هستند در اینجا، لباس‌های سفید بر تن دارند و سرود برایه رو در واقع بر روی لباس‌هاشون به زبان آلمانی نوشتند تا صدای مردم ایران باشند و واقعا آنچه که ما
در اینجا دیدیم بی‌نظیر بوده. شهردار فرانکفورت امروز در اینجا بود و شخصیت‌های سیاسی و همچنین هنرمندان آلمانی هم در اینجا بودند. اوکراینی‌ها در اینجا بود و نمیتونم تخمین بزنم که ایرانیان چقدر بودند در اینجا، ولی در امتداد رود مایند اینجا در شهر فرانکفورت حدوداً از یک ساعت و نیم پیش به اینجا اومدند و الان هم این زنجیره انسانی و این تجمع فعلا ادامه داره و به جرئت میتونم بگم که این نقطه عطفی هست در تاریخ مبارزات مردم ایران بر علیه جمهوری اسلامی. جمشید بهرامی از فرانکفورت، بابک اسحاقی از تل‌آویو، مهسا مرتضوی از تورنتو همکارانم، ممنونم از شما.